ای که آتش را آفریدی تا روشنایی بر صحنه گیتی تابانده شود، تا جهانیان جملگی بازیگر نقش های بی بدیلی باشند که تو به آنها سپرده ای بر این پرده عجایب که جهان نام دارد. من در تهران متولد شدم 15 بهمن 1313، میدون شاپور، خیابون مهدی خان، معروف به مهدی موش، از این خونه های قدیمی که سه طرف اتاقه و بچگیم دوران بچگیم اونجا بود. پدرم راننده کامیون بود و مکانیک که یک کوره سوادی داشت، جنگی داشت، شعر می نوشت و از این صحبت، از نظر پیشینه فرهنگی اینا بود. مدرسه‌ای که می‌رفتم یه مدرسه بود به اسم ایمان تو بازارچه قوام دوله، همون میدون شاپوری بازارچه که هنوزم هست. یه قسمتی از اون تالارهای قدیمی با اون درهای ارسی مدرسه ما بود. ابتدایی رو اونجا گذروندم و بعد دبیرستان رو رفتم پیرنیا چهارراه گمرک، چهارراه گمرک امیریه. اون موقع توی رادیو که تازه اومده بود که ما نداشتیم، می‌رفتم خونه همسایه، یک پیش پرده ها و یک آهنگایی میخوندن تو رادیو، آدمایی مثل حمید قنبری، نمیدونم مثل احمدی، مرتضی احمدی، اینا یه آهنگای خیلی خوشمزه و جالب و اینا میخوندن که حالت پیش پرده داشت، خیلی برام جذاب. حوض پر آبی بود، مرد میرابی بود، شبا مهتابی بود، روز آفتابی بود، حالی بود، حالی بود، نونی بود، آبی بود، چی بگم؟ نون گندم مال مردم اگه بود نمی رفت از گلو پایین، به خدا اگرم مشکلی بود آجیل مشکل گشا حلش می کرد. و من شروع کردم این را خوندن و اون وقت این تصنیف ها و این پیشپرده ها چاپ می شد روی ورق کاهی خیلی ارزون تو لاله زار می فروختن، اون یک قرون، یک ریال، و من این را می خریدم و شروع کردم به خوندن و با آواز، و خیلی توی خانوادم این جذاب شده بود براشون که من این تصنیف ها رو براشون میخونم. سرگرمی این نبود که، این براشون خیلی سرگرمی بود. من هم میخوندم، یا مثلا تو جشن ها و عروسی هاشون براشون میخوندم. پدرم منو میبرد به قهوه خونه ها شبا، بعضی شبا که تو اون قهوه خونه ها نقل میگفتن، نقالی بود، تو اون رادیو تلویزیون اینا هنوز اصلا نیومده بود، رادیو تازه اومده بود، هم نداشتن رادیو بعد، ولی هنوز نمایش ها و شوهای عامیانه و مردمی هنوز جریان داشت، مثل نقالی، مثل تعزیه، مثل تخت ووزی تو عروسی ها و مولودی ها و اینا میامدن که اینا رو من میدیدم و من خیلی شیفته این نمایش ها شدم، مخصوصا تعزیه و تخت ووزی. توی اون کارهای اولیه ای هم که نوشتم از همین مسائل الهام گرفتم، مثلا اون اولین کارم که اون عفیه طلایی بود از این معرکه گیرا الهام گرفتم، از این معرکه گیرایی که اون چهارراه گمرک و اون حوالی پایین شهر معرکه میگرفتن، از اونها الهام گرفتم. مثلا قصه بلبل سرگشته رو از مجله سخن میخریدم، دیدم یک قصه اون تو هست که هدایت این قصه رو معرفی کرده، صادق هدایت، و اینو خوندم و اینا خیلی منو تحت تاثیر قرار داد که اون بلبل سرگشته رو از روش نوشتم. بلبل سرگشته قصهش خیلی مفصله، یعنی در سال 39 یک تئاتر ناسیونی بود که توسط منوچهر انور
اقدام شد، پیشنهاد شد یونسکو یک جشنواره در پاریس اجرا میکرد، جشنواره تئاتر در 1960 میلادی به اسم تئاتر دناسیو، تئاتر ملل، که این جشنواره از طریق منوچهر انور اقدام کرد که از ما هم دعوت شد که وزارت فرهنگ و هنر یا هنرهای زیبا فرستاد این نمایش رو فرستاد برای اون جشنواره که چهار شب در تئاتر سارا برنار بازی کرد تئاتر. بعد اون وقت در امریکا و کانادا سالای مثلا در 15 سال پیش اونجا یک ورکشاپی درست کردم که سیاه رو با یک گروهی کار کردم و با همون گروه بلبل سرگشته رو اجرا کردم در کانادا و امریکا و اینا. من البته به عنوان نویسنده نمیخواستم وارد تئاتر بشم، من بیشترین شوق من ارتباط با مردم بود، یعنی بازیگری بود بیشترین شوقم. منتها به عنوان آکتور منجر که مثلا بچه ها رو جمع میکنه و مثل مویلون بکای تعزیه، مثلا تو اینجوری بگو تو اینجوری نگو، اینجوری یواش یواش شروع کردم به کار کارگردانی، یعنی کارگردانی تا و شدم بازیگر کارگردان یا بازیگر آکتور منجر که این کارا رو انجام میدم. و هر حال کارهای نمایشی آشنایی با نمایش های سنتی و ایرانی رو اینجوری من پیدا کردم، اینجوری باش آشنا شدم و بعد رفتم وقتی به دبیرستان کلاس هشتم بودم، کلاس دوم دبیرستان بودم که هم کلاسیام یکی بود که کلاس بالاتر بود، دو تا کلاس بالاتر بود، بهمن فرسی بود. بهمن فرسی اون سال میخواست یه تئاتر توی مدرسه تو دبیرستان را بندازه و نمایشنامه‌ای که دستش بود یک دو تیکه بود، یه تیکه خیلی کار جدی حالت دکلاماسیون وار و یه حالت تابلو داشت، جمع دراماتیکی خیلی نداشت، یه دونه کمدی بود، از این کمدی های لاله‌زاری بود به اسم دردسر تلفن یا هم چیزی، که این کمدی دردسر تلفن رو من رفتم آزمایش دادم، امتحان بیکرد بچه هاری که استعداد دارن ندارن، من رفتم امتحان دادم آزمایش کرد و قبولم کرد که من نقش پایه‌ای هیکل جوکیوار لاغری هم داشتم اون موقع نقش جاهل رو بازی کنم که اصلا بهم نمیخورد، ولی خب دوست داشتم. چرا دوست داشتم؟ برای اینکه یه نمایش دیده بودم تو تئاتر تهران تو لاله زار به اسم گدایان تهران و این تو اون نمایش یه آقایی بازیگری به اسم مصفا یه جاهل بازی میکرد، خیلی به دل من میشست که خیلی خوب بازی کرد، این کلا بخبلی ها افرام و من خیلی شیفته این نقش بودم، دلم میخواست اینو بازی کنم، اینو بازی کرد. اولین بار روی صحنه یه جایی بلندتر از جای معمول که مردم نشستن و این چشم هایی که بهت نگاه میکنه و بعد تاریک میشه و یه نوری میاد رو شما و شما یه کاری، خیلی برام چیز عجیب و خیلی خیال انگیز و جادویی و اصلا اولی که وارد صحنه شدم که شروع کنم بازی خیلی اصلا شوکه شده بودم، یعنی از این اتفاقی که داره میفته حیرت زده بود، برام خیلی جذاب بود. این اولین برخوردم بود به تئاتر. بعد از این نمایش اینقدر به شوق اومدم
که خودم شروع کردم به کار، یعنی گفتم خودم میخوام کار را بندازم. یک نمایشنامه جلال رحمت ترجمه کرده بود از آلبر کامو به اسم سوء تفاهم، ما این سوء تفاهم خوندیم و خیلی منو گرفت. ولی اصلا اون موقع کلاس 8 و 9 یه آدم اینجوری، اونم در اون فضای بسته فرهنگی اون زمان ما مثل امروز نبود که این اینترنت و کتاب و فلان اینا خبری نبود، بدون اینکه اصلا درک کنم که آلبر کامو چیه یا پیرو چه فلسفه و مسائلی هست، قصه واقعه، واقعه ای که اون که اون واقعه برای اونا بهانه بود ولی برای من واقعه اصل بود. واقعه و قصه ای که اون دو اتفاق می افتاد برای خیلی جذاب. در نتیجه اینو برداشتم شروع کردم به عوض کردن، بدل کردن، ولی یه چیز حشل حرفه عجیب غریب الان دارم، متنشو الان دارم، خیلی چیز عجیب غریب بده مزخرفی درست کردم. و بعد اون وقت اینو بدید اجرا کردم و اینقدر هم گرفت. به چه دلیل گرفت؟ به دلیل اینکه یک ملغمه ای از شعارها و چیزهای روز از بینوایان هوگو و نمیدونم خصیص مولیر و نمیدونم اینا که چیزهای خیلی رو و خیلی ساده مثل خست، مثل نمیدونم بیچارگی و بینوایی و بدبختی و شقاوت و فلان اینا رو درست کردم، ولی فوق العاده گرفت. خیلی انقدر تو اون مدرسه اجرا کردیم. خلاصه اینجا من خیلی تشویق شدم. از لحاظ سیاسی ما دو گروه در اون زمان فعال بودن که البته یکیشون خیلی بیشتر فعال بود، گروه چپ بود، توده، حزب توده بود، و یکم نیروهای ملی مذهبی و ملی ها و یه مقدار مذهبی ها. ملی ها که مصدقی ها و اینا بودن، مذهبی ها آیت الله کاشانی و این صحبت ها. ولی اون چه که غالب بود و بیشتر رو جوان ها مخصوصا ماها که در اون زمان فعال بودیم خیلی تاثیرگذار بود، چپ بود. خیلی بیشتر از ملی ها و مذهبی ها تأثیر گذار. چرا؟ به دلیل اینکه آدم های اون تو چپ بودن که بیشتر فرهنگی بودن، مثلا احسان طبری، نمیدونم نوشین، نمیدونم بزرگ علوی، نیمایشی، بعد اوائل که صادق عدالتی اینا بودن، بعد جدا شد. در نتیجه اینها کتاب و مجله خیلی داشتن. مثلا این مجله در مورد کبوتر صلح، چون چپ رو بعد از 1327 که به شاه تیر زدن حزب توده منحل شد و ممنوع شد و زیر زمینی شد، به اسم حزب توده کسی نمیتونست فعالیت کنه، به نامهای دیگری جلوه کرده بودن، من جمله به نام هواداران صلح که ملک و شعرا و بهار هم مباشرت میکرد، رئیسش بود. اینها اومدن یک گردش های دست جمعی در اون موقع درست کردن، روزهای جمعه برای کارگرها و دانشجوها. در کجا؟ در باغهای ونک. اون موقع ونک اینجوری نشده بود، هنوز باغ بود، هنوز توتستون ها بود، یا باغ منظریه، منظریه که تو الان خیابون باهنره. اونجا گردش های دست جمعی درست کرده بودن که مثلا 2000 تا 3000 تا گروه گروه می اومدن تو اون باغ از طرف همین بسیج توده‌ای ها، از کارگر و دانشجو و جوان و به حساب پیر و غیره و غیره، اینا رو دعوت که هر کسی هم غذای خودش رو میبرد، پیکنیکی بود. شعر دکتبه میکردن، آواز میخوندن، یکی میرقصید، یکی ساز میزد، بینابین هم خب البته یه سری شعار مهارا و چیزهای سیاسی مطرح میشد و میگفتن، ولی با این جذابیت های هنری جلب کرده، جذب کرده بودن. یکی از چیزهایی که بچه های توده‌ای که تو چون اون موقع مدرسه اصلا پایگاه همین گروه های سیاسی بود، از اون اومدن اومد صحبت کردن که تو بیا یه نمایش های تک تک پرده ای درست کن که بیاری تو این گردش های دست جمعی. و من این کار کردم، خودم نوشتم و اون موقع هم تازه بعد جنگ دوم بود، از این فیلم های جنگی روسا می ساختن تو این
انجمن فرنگیشون باکس نشون میداد و ما میرفتیم، خیلی من تحت تاثیر قرار از روی اونا من کپی کردم، یه قصه هایی نوشتم، پارتیزان و افسر فاشیست و افسر چی از این بازی ها درست کردم و اینا رو نمایش دادم، خیلی مورد تشویق و اینا قرار گرفتیم. همکارایی که من تو اون مدرسه پیرنیا داشتم، یکی جمشید لایق بود، یکی اسماعیل داورفر بود، یکی فریدون فرخزاد بود که اینا با من تو این نمایش ها همکاری میکردن. مهدی فتی هم بود. مهدی فتی اتفاقا تو اون نمایش در سر تلفن نقش اصلی رو مهدی فتی بازی میکرد، یه حمال بود. اینا قصه های اون دوره بود. اینجوری تئاتر شروع کردم تا رسیدم به اولین کلاس تئاتر. اولین کلاس تئاتر گفتم من باید برم درس این کار، یعنی برم پیش اساتید یاد بگیرم چیکار باید بکنم و اینا. از این و اون پرسیدم، گفتن تو لاله زار یه تئاتری هست به اسم جامعه باربد به مدیریت آقای اسماعیل مهرتاش که استاد موسیقی بود. حالا رفتیم، اینقدر رفتم پرسیدم، گفتن نه یه ما دیگه و دو ما دیگه و تا بالاخره اعلان زدن که ما شاگرد میگیریم. این تئاتر هم به دلیل اینکه کارهای تاریخی میذاشت احتیاج به سیاهی لشکر داشت، یعنی هر سال در یک تاریخی ده شاگرد میگرفت، معلم هم داشت، آقای استاد حالتی، رفیه حالتی استاد بازیگریش بود، استاد مهرتاش خودش استاد موسیقی بود، موسیقی ایرانی درس میداد، یه آقایی بود از بازیگرای اونجا روانشناسی درس میداد، یه آقایی بود تاریخ تئاتر درس میداد، از این آدم ها. خلاصه وارد این کلاس شدم، وارد این کلاس شدم که دورش یه سال بود و یک سال گذروندم و بهم نقش دادن و شروع کردم به کار. بعد رفتم تئاتر سعدی. اتفاقا در تئاتر سعدی هم آقای والی بود، خدا رحمتش کنه، هم آقای فرسی بود، هم فهیمه راستگار بود، یه سری از دوستان من. کسی که تئاتر درس میداد آقای حسین خیرخواه بود، یه کسی که موسیقی کار میکرد حسین ناصری بود، خیلی خوب سولفژ درس میداد و خیلی کلاس جدیتر و خیلی فرهنگیتر از عمیقتر و فرهنگیتر از کلاس قبلی بود. تا 32 که شد این تئاتر آتیش زد. آتیش زدن و چون مال تو دیگه بود دیگه، میدونستم مال تو دیگه چپی هست، آتیش زدن و همه در رو پخش و پلاش رو چی دیگه، من رفتم اون رسال رو نمیشه. در تهران بجز این کلاس تئاتر آقای مهرتاش و بعداً در 1330 که تئاتر سعدی یک کلاس تئاتر باز کرد، یک دوره فقط جا بود که این رو سید علی خان نصر بنیانگذار تئاتر جدید درست کرده بود، اسم هنرستان هنرپیشگی، که این هنرستان هنرپیشگی سالهای ابتدایی شروعش دورش یک ساله بود، بعد تبدیلش کردن به یک دوره دبیرستانی 3 ساله، دیپلم هم میداد. رفتم هنرستان هنرپیشگی، امتحان دادم، قبولم شدم در یک تمرین تئاتر بعد 28 مرداد ریختن مونو گرفتن، گفتن شما کمیته درست کردی برای شروع کردن، در این تمرین تئاتر داشتیم، هرچی گفتیم به خدا به پیر ما رو نه تنها گرفتن بلکه تبعید کردن، فرستادن جنوب، ما رو فرستادن آبادان و خرمشهر، بردن خرمشهر، از خرمشهر بردن آبادان، توی پادگان‌های نیروی دریایی ما رو حبس کردن تا تکلیف ما رو بیان روشن کنن، ما رو بفرستن خارک. اون موقع خارک اون پایگاه نفتی نبود، تبعیدگاه بود، لاتا و چاوکشا و اینا رو بفرستن خارک. خلاصه ما اصلا این خیالمون رو جوان بودیم میگه، چه میدونیم کی به کیه چی به چیه، با دوستامون اونجا بازی در میوردیم، ادا در میوردیم، میگفتیم، میخندیدیم، هم بودیم دیگه، آش بهمون میدادن میخوردیم، هر از غذاهای سربازی. تا در 15-20 روز اونجا بودیم تا یه بابای یه تیمسار یا تهرون اومد و شروع کرد به بررسی که آقا اینا کی هن؟ اصلا میخواید بفرسی اینا کی هن؟ سوال جواب ها خیلی جالب بود از من. تیمساره گفت تو کی هستی چی هستی اسم چیه؟ گفتم اسمم اینه. گفت چرا شروع کردی؟ گفتم من کاری را که ما تئاتر داشتیم تمرین میکردیم، خش کرده خنده. گفت راست میگی؟ گفتم آره با خدا ما تئاتر تمرین ما کاری نبودیم فلان. گفت خب برو.
برم یه بلیط بهش بدیم برگرده. برگشتم اومدم و رفتم یک تصدیق طبیب قلابی جور کردم و با سرم هم ترشیده بودن، سرم هم ماشین با ماشی زده بودن. خلاصه با یه چیزی گفتم مریض بودم و فلان و این صحبت ها و اینا. خلاصه هم هنرسا قبولم کردم.